سلام به همگی خوش آمدین دیگه یک دیگه, دیگه دی ویدیو یوتیوب چند خبر جدید چند خبر جالب چند خبر مهم از مارکت و آلت ها رو برای شما شیر منام از جمله بیت کوین اتریوم کاردانا سولانا ایکس یونیسواب ترا، چین لینگ، شیبا سیمون و آلت های بیشتر اگر تا حالا ویدیو رو لایک نکردین بریم پایین دو دکمه لایک کلیک کنین لایک های ها شما باعث پخش بیشتر ویدیوهای من میشه و باعث پیشرفت کانال من میشه و من هم واقعا یک جهان تشکر از حمایت هر یک شما جدید هستین در کانال کانال هم سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش روی آل قرار بدین تا ویدیو بعدی به موقع ببینین همه شما گریسکیل که میشناسین یک از بزرگترین بانک های مالی آمریکا گریسکیل به تازگی 495 میلیون دلار روی دو تا ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده و او دو تا ارز دیجیتال سولانا و یونیسواپ پس هسته چیزی جالب ره که مدی تکس پیدا کردم تا حالا گریسکیل 48 میلیارد دلار روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده و در ماه آپریل امسال 79.8 درصد از سرمایه گذاری از اینا روی بیت کوین بود و 17 درصدش روی ایتریوم اکثر تالکن ها رو کالو بزودی بر شما نشان میدیم اون وقت گریسکل روش سرمایه گذاری نکرده بود تغییرات خیلی زیاد آوردن نا در پورفولیو خود دومیننس بیت کوین از 79 درصد کاهش دادن در 62 درصد و دامیننس ایتریوم را از 17 درصد افزایش دادن در 26 درصد و مابقیش روی کاردانا چینلینگ لایت کوین بیت کوین کش هسته و این دو تا سرمایه‌گذاری که به تازگی انجام داده سه اشاریه 24 درصدش روی سلانا هستن و یک اشاریه 0.6 درصد 1.06 آره 1.6 درصد درسته 1.6 درصدش روی یونی سواب هسته پس اینجا بریم ما نشان میده که گریسکیل هم داره یک مقدار ریسک بیشتر در سبد سرمایه گذاری خود میگیره اینکه بیشتر آوردن روی آل کوین ها سرمایه گذاری کردن دامیننس بیت کوین را کاهش دادن و آل ها را افزایش دادن به نظر شما ارز دیجیتال بعدی کدام ارز میتونه که گری اسکیل به رویش سرمایه گذاری کنه به نظر شخصی من احتمال خیلی زیاد پول کادوت هستم بعد رنج ماهوار یا بیت کوین در حال شکستن رنج ماهوار خود هسته چیزی که همه ما شما واقعا دوست داریم ببینیم و حتی اینجا ما بر از هشریت ریت بیت کوین هم صحبت کنم هش ریت بیت کوین بعد از ممنوعیت دولت چین در نزدیکی یک سطح جدید هسته اینا واقعا سیگنال های بولیش هسته برای ما و شما بعدش کمپاند یکی از پروژه های وامگیری ایتریوم هسته به تازگی اینا 90 میلیون دلار در چند تا کیفی پول دیجیتال اشتباهی فرستادن و رئیس هم در توییتر اعلان کرده اونهایی که این 90 میلیون دلار در چندین تا آدرس فرستاده شده این 90 میلیون دلار دریافت کردین هرچی سریعتر در آدرس برگردانین وگرنه شکایت از شما، شکایت روی شما صورت میگیرد در IRS IRS خب اینجا یک مقداری جنجالی شده جنجالی شی هست که خب اینجا که نشود مثلا غیر متمرکز این نشود دنیای غیر متمرکز نظر شما در این باره چی هسته برای ما در کامنت بنویسین بعد چین لینک با یک استراتیجیک یک کلابریشن یا یک همکاری را بین آره مرکز آزمایشگاه چین و این پود کاردانا انجام دادن اینکه بعد از این کلابریشن شبکی اوراکلی چین لینک برای مهندسان کاردانا اجازه چندین نوع از اپلیکیشن های دیفای را میدن با, با پشتبانی حمایت امنیت شبکه اوراکلی چین لینک چین لینک یک از بزرگترین ارزهای دیجیتال در حال حاضر در مارکته که بیشترین میزبانی را از دیتابیس در دنیای در دنیای بلاکچین داره و همچنین امکاری های خیلی زیاد و در مجموع شبکه چین در هر شاخه هر روز در حال پیشرفت است بیش از 700 تا پروژه ارز در حال حاضر روی شبکه چین یا انتگریشن ادغام بخشیدن با چین لینک را انجام داده و اینجا ما میتونیم تمام آدرس های چنلینگ که بررسی کنیم آدرس هایی که یک دانه چین لینک در هزار تا رسیده در نزدیکی نیم میلیون و آدرس هایی که 10 تا یا بیشتر تا یا بیشتر 272 هزار آدرس هایی که 100 تا یا بیشتر 89000 هزار آدرس هایی که یک هزار چینلینگ ها بیشتر خود نه هزار و از ماه سپتامبر 2017 وقتی چینلینگ در مارکت آمده متداوم در حال پیشرفت در حال افزایش در حال رشد بودن شما چین لینک دارین یا نه در کامنت برای من بنویسین بعد ماریم سراغ ایتریوم ایتریوم هم ببینین که واقعا چی مونه امروز 3 اکتبر 2021 هست بروز رسانی ای, ای 1559 ایتریوم در هفته آگوست بود دو ماه مکمل تا حالا نگذشته و نزدیکی نیم میلیون از کوین های ایتریوم تا اینجا سوخته شده یعنی تقریبا 5 کوین ایتریوم در هر دقیقه سوخته میشه چیز جالبی که من اینجا در توییتر پیدا کردم اعداد از کوین های ایتریوم بعد از بروزرسانی بروز رسانی ای 1559 که تا حالا سوخته شده فقط همو ارزش از کوین های ایتریوم که تا حالا سوخته شده به نزدیکی 1.5 میلیارد دلار اگه این خودش یک ارز دیجیتال بود الان در رده 85 بین 11 هزار ارز دیجیتال از نگاه مارکت کپ می بود یعنی چیزی نمونده که حتی اینجین کوین پشت سر بمانه اینجین کوین که یک از بزرگترین ارزهای جامعه ارزهای دیجیتال هستن بعد نهنگ ها در ده سال گذشته یک مقدار زیاد از کوین های ایتریوم را جابجا جا کرده بین والد های ناشناس در صرافی های بایننس کوکوین سه تا تراکنش سه تا حمل و نقل صورت گرفته حمل و نقل اولیش هزار تا ایتریوم بودن به ارزش 146 میلیون دلار حمل و نقل بعدی 51 هزار ایتریوم 169 میلیون دلار بعدیش هزار ایتریوم و دیدن 141 میلیون دلار در مجموع 706 میلیون دلار از کوین های ایتریوم توسط نهنگ های ناشناس بین والد های ناشناس در ده ساعت گذشته جابجا شده نظر خود را در باره برای این بنویسین اینا کی میتونه باشه هدف از جابجایی کوینهای کوین های ایتریوم چی هسته؟ مجموعه از دارایی که روی دیفای ترالونا تا حالا قفل شده سولانا هم پشت سر گذاشتن من برای شما در توییتر ری توییت کردم بچه اگر من در توییتر ندارین حتما من در توییتر دنبال کنین دقیقا همین نامی یوتیوب هستم بعض وقت بعض توییت های مهم رو من برای شما ری توییت منم واقعا ایکوسیستم سولان... هم در حال پیش رفته. یعنی دارایی که روی ترالونا قفل شده در 8.4 میلیارد دلار رسیده سولانا هم پشت سر گذاشتن. بعد ایلون ماسک به تازگی در زیر یک توییتی دیگه ای را کامل نوشتم من روی توییتش خوندم اینجا گفتن نقطه خیلی خوب اما بعدش گفته که در مورد عکس شیبا فلوکی فردا دوشنبه ما با تیم ما بحث و گفتگو مونیم یالان این مقدار جنجال ساز شده یک مقدار ایر با این ربط دادم چون الان خیلی شبکات خبری از یادآوری کرده که یا از این نقطه که اینجا شیبا هم هستت بین از ای در این بحث گفتگوی از اینا در چند ساعت گذشته یا در کلان در چند روز گذشته پنجشنبه همین هفته یک از نهنگ های شیبا 6 تریلیون از کوین های شیبا را خریده و بعدش دیروزم دو تا خرید جدید دیگه انجام داده یکیش 116 بیلیون میلیارد از کوین های شیبا و بعدیش 159 میلیارد از کوین شیبا تراکنش های بعدیش مشخص نیست که چه مقدار پول بوده اما خرید اولش که 6 تریلیون از کوین های شیبا رو خریده در نزدیکی 44 میلیون دلار پول يعني پول بوده دیگه یعنی 6 6 تریلیون کوین های شیبا اینجا کی میتونه ای باشه ببینی اینجا ایلون ماسک این تویت زده بعدش چند روز قبل ننگ های شیبای مقدار زیاد از کنهای شیبا رو خریدن نظر خود را در باره در کامنت برای من بنویسین دادگاه آمریکا خواستار ویدیو های زب شده پیام های زب شده و ویدیو کال های صوتی که زب شده کانفرانس هایی که تا چند وقت گذشته رئیس اصلی ریپل آقای گالینگ هاوس لارسن و همچنین کارمندان کلیدی ریپل در رابطه با این دادگاهی که یا پرونده ای دادگاهی ریپل در دادگاه آمریکا داشته را باید برای دادگاه آمریکا بفرسته یعنی کلا بحث و گفتگو و ارتباطات را که در رابطه با پرونده دادگاه ریپل هیچ وقت گذشته رئیس اصلی ریپل کارمندان ریپل داشتن باید اینا را در دادگاه آمریکا بفرستن این دادگاه آمریکا از کلا کمپانی ریپل خواسته سیف در 19 ماه گذشته در توییتر اینو نوشته بود نمیدونم در مورد این ما صحبت کردیم که اونا سه اکتبر که امروز سه اکتبر هسته دوباره بر میگردن و گفته فاد فایتر فاد که مخفف فارد آن دوت عدم ترس و اطمینان و یعنی مقابلگران از اینا دیگه ببینیم که امروز سیمون با خبر با ای تویتش اینجا برای ما چی میده بیرون در مارکت و درخواست راندازی اپلیکیشن آی او سیمون هم که در آی... چیز فرستادن در اپل تا حالا پذیرفته نشده حتی اینجا سیمون از اپل هم خواسته که درخواست ما چی شده تا حالا ما جوابی ازش نگرفتیم بچه هنوی که هنوز به گروه پیتون نیستین بیاین داخل گروه پیتون من برای شما یک سری خیلی خریدهای عالی مندم تزوس رم که روی 4 دلار برای شما گذاشتم امروز ده 8 دلار رسید سود عالی برای بچه ها داد و خیلی ارزهای دیجیتال دیگه ارزهایی که از نگاه دارایی پایین هستن من فکر کنم رویدادهای بزرگ در پیش رو دارم میتونه سودای عالی برای همه ما و شما ویدیو و همچنین اینجا شما میتونید با من مستقیم چت کنین و آره اگر خواستین میتونین بیاین عضو گروه بشین من لینک گروه مستقیم در کامنت همین ویدیو میگذارم وقتی روی لینک کلیک کردین در این صفحه امادین گزینه اولی 10 دلاری رو انتخاب کنه برای حتما در اینستاگرام هم دنبال کنین دقیقا همین نام یوتیوب مثلا نام اینستاگرام مشتبه کاپیتال بعض بعضی موضوعات مهم رو بر شما استوری میمانم امیدوارم که ویدیو هم برای شما مفید بوده باشن لایک و کامنت فراموش نشه تا ویدیو بعد خدا نگهدار